سلام دوستای نهایت گرامی، باز هم خوش آمدین به یکی از درسای آماتور مکتب مرحوم احمد زائر و آموزش هارمونیا به شکل آماتور. دوستای نهایت گرامی، درس امروزی ما یک معلومات در رابطه با آهنگهای رپ می باشه، یا امی که مثلا اگر ببینین زیاد مردمای که سیاپوست یا دارک اسکین هستن امی آهنگا را میخوانن، مانند مثلا کی براتون بگیم دی ام اکس، مانند مثلا چیست نامش 50 سنت این اطور آدم ها. و همچنان دوستای عزیز، اصلا ای موسیقی رپ که است یا می گب زدن در موسیقی که است که پر گفته میرن، اینمی مربوط مردم دارک سکین یا مردم سیاپوست یا مردم که از افریقا اونا آمدن، مربوط از او مردم ها میشه. و امروز رواج شده دوستای عزیز، اگر فکرتان باشه بهترین رپر مثلا امینم است که خودم یکی از علاقمندای زستم و ما خودم زیاد آهنگای رپ زیاد دی ام اکس خوش دارم، مرحوم شکر توپک زیاد خوش دارم، مثلا امینم، دی ام اکس، شکر توپک، اینمی ها بسیار از فیورت رپرای می باشه که من اونا را دوست دارم. دوستای عزیز، حال ما برای شما تشریح میکنم که موسیقی رپ از کجا شروع شده و چرا شروع شده. در زمانهای بسیار قبل دوستای عزیز، که وقتی که در دنیا بردهداری بود و بسیار سابق، دوستای نازنین در وقتا باشین که یک کلای رپ ها میجه براتان بانم که موسیقی رپ از در رابطه با رپ گپ میزنیم و این کلا را من بسیار دوست دارم دوستای عزیز، چون از مایکل جاردن است. دوستای عزیز، موسیقی رپ چطور به دنیا شروع شده، چطور رایج شده، از کجا شروع شده؟ دوستای نازنین، وقتی که دورانای بردهداری بوده و مخصوصاً بسر سیاپوستا زیاد ظلم بود و ستم بود در قرنها قبل، براتان میگم که آل شکر و گپا نیست، آل در کانادا از دیگه مردم ها کده، مردم های دارک اسکین زیاد قدر دارن و اصلا هیچ در کانادا مثلا هیچ طور یک گپا نیست که تو سیاستی من سفید استم و من خودم بهترین دوستای من برادرای جمیکایی ماست و اینمی نفرا آمدیم. دوستای عزیز، سریعی که مثلا رپ چطور، موسیقی رپ آغاز شده، وقتی که دوران بردهداری بوده دوستای عزیز، بسیار مشکل بوده که امی برده ها با همدیگر گپ بزنن. اینا دوستای عزیز اجازه نداشتن که در وقت کار کردن، وقت که خطای آهن جور میکردن و وقت که سرکای قیر جور میکردن، اینا با همدیگر صحبت کردن حق نداشتن دوستای عزیز که گپ بزنن، به خاطر که میگفت که شما که گپ بزنین یا یک پلان جور میکنین یا یک چیز جور میکنین. اینال دوستای عزیز، اینا که دق می آوردن باز اینا یگان باید می خواندن، اما باید های مثلا افریقایی خود و با مزبان خود در امو قدیما که می خواندن دوستای عزیز، باز ای مردم ها که باید می خواندن ای را باز امو سفیدا یا امو کسایی که به حساب ای برده ها را خریده بود و مالک های از اینا بودن و اینا کنیزایشان بود و برده هایشان بود، باز اونا اینا را در بیت خواندن چیزی نمیگفتن، میگفتن برو بیت خدا میخونه، یا نه اینا یا کدام پلان جور نمیکنن یا مثلا کدام گل دعو نمیتن. باز اینا که دوستای عزیز بیت میخواندن، مثلا بیت میخواندن وان تن میره یا هر چیزی که میخواندن، باز یا بین خود دوستای عزیز که شب که میشیشتن نان میخوردن یک جایی که میشتن که کار خلاص میشد، باز میگفت که
همه ما و شما چطور پلان یکی دیگر را به یکی دیگه خود برسانیم. این از اینم اینجا دوستای عزیز یا شروع کردن گپ زدن. گپ زدن در قسمت بیت خواندن که I wanna do this, you wanna do this, shit, fuck this, با کمال مزرد. اینمی که یا مثلا در بین گپ می زدن باز یک چکش می زدن و باز یک گپ می زدن و باز یک خیز می زدن و باز چکش. بازی سفیده ها می آمد از یا پرسان می کرد که شما چی می کنید؟ می گفت اینمی بیت خواندن ماست. ما ای بیت خواندن ماست. بازی ها را چیز نمی گفت. اما اصلا یا بین یکی دیگه خود مکالمه میکردن. او میگفت که والا امروز کار و قدر زیاد نمیکنه. او بازو دیگه میگفت که تو مثل که این حال مثلا حال دیگه افغانای ما شما شکر رپر شده و والا اگه بفهمنم کمی رپ از کجا تاریخش پیدا شده. اما اینی بود تاریخ رپ که موسیقی رپ چطور رایج شد، چطور باز پاپولر شد، چطور باز یکی دیگه مثلا انال اونمو یک سیاپوست که همون روز مثلا دروغکایی میگفت بیا که من با بانه سانگ بایت میخوانم و می رازه بر تو میگم که اتر که آستاستا خوشی از یامد والا بچهش تو بسیار خوبش میگی و میگه پاره او گفتی خوبش و گفت امروز در دنیا موسیقی رپ چقدر پیش رفته که اتا در افغانستان هم رسیده. امو که یک کتاب است میگن از کالیفرنیا تا شور بازار. دیگه دوستای عزیز ای بود در رابطه با موسیقی رپ، تاریخ رپ. دیگه ای یک معلومات عمومی بود که شما را به حساب بر معلوماتایتان اضافه شد. مربوط درس آماتور یعنی مخصوص ارمونیا و ایگپا نبود، اما چون مربوط موسیقی بود براتان یک درس دادم. خدا جان یار و مددگارتان.